برنامه خدا با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. این روز چهارشنبه دهم ماه عقرب سال 1396 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. تدابیر شدید نیروی امنیتی در دروازه‌های عمومی و فراموشی بستن راه فری در ساحه به شدت محافظت شده در کابل. این نقاط آسیب پذیری های خودم داره که طبعا دشمن از اینمی منفس ها و زمین خلا استفاده می کنه. گزارش تازه سیگر درباره افزایش گسترده نفوذ طالبان در کشور. ایرم قبول دارم اصیل چل و نسوالی تهدید بلند است و ایرم قبول ندارم که اونا تحت تصرف دشمن باشند. آمادگی حزب جمعیت اسلامی برای معرفی نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری. دکتر سیب عبدالله تای دو انتخابات چانس خود کاملا بزرگوی امتحان کرد و این بار ما برازو هم ضرور نیست که در این بار بار سوم هم اونه یک به صلاح چانس ناکام خود بیازماید. سرمایه گذاری یک بانو در شهر مزار شریف و ساختن یک رستوران ویژه برای بانبان. و هفتمین دور نشست گفتگوی صلح سوریه در قزاقستان. جوزکی هستم با مشروع خبرهای ساعت. حمله انتحاری دیروز در جاده 14 وزیر محمد اکبرخان شهر کابل از سوی یک نوجوان 13 ساله انجام یافت که از راه پارک تفریحی این منطقه به این جاده نفوذ کرده بود. منابع امنیتی میگویند که یکی از دروازه‌های این پارک به جاده 14 باز می شود، پیش از این بسته بود، اما چند روز پیش نگهبانان یکی از خانه‌ها در این جاده این راه را باز کردند و از آن برای رفت آمدشان کار می گرفتند. در این حال حکومت هیئت را برای بررسی همه جانبه این رویداد تعیین کرده است. تمیم حمید گزارش می‌دهد. وزیر اکبر خان، منطقه‌ای که در یک کمربند محکم امنیتی جا گرفته است و تمامی راه‌های آن زیر نظارت نیروهای دولتی قرار دارد. داخل شدن به وزیر اکبر خان تنها برای موترهای کوچک ممکن است و نیز سر هر جاده دیپلمات نشین این منطقه این ایستگاه بازرسی را می‌یابیم. این جاده به شدت زیر نظارت شدید نیروهای امنیتی قرار داره. موترهایی که به این جاده می آیند باید از چند ایست بازرسی بگذرند و در این حال کسانی هم که پیاده از اینجا میگذرند باید کارت شناساییشان دیده شود و از سوی نیروهای امنیتی بازرسی شوند بعد از داخل این محوطه شوند. می گویند که انتحار کننده از این پارک تفریحی به داخل جاده 14 وزیر اکبر خان نفوذ کرده بود. این یکی از راه های دخولی پارک وزیر اکبر خان است که از سرک 13 راه داره. یک دروازه اینجا است و یک دروازه دیگه به سرک 14 وزیر اکبر خان باز میشه که میریم و را میبینیم. در حالی که تمامی راه هایی که به سرک 14 وزیر اکبر خان که یک بخش بسیار مهم و دیپلمات نشین است بسته است، یکی از دروازه های پارک وزیر اکبر خان به همین جاده باز میشه. شما از این راه میتونین داخل این محوطه شوین و از اینجا درست شما به سرک 14 و در جایی که بسیاری از دفترهای دیپلماتیک و دفترهای نهادهای دولتی وجود داره شما میتونین به اوجه برسید. در این میان نفوذ نوجوان انتحار کننده که گفته می شود عضو گروه داعش بود، به امن‌ترین بخش ساحه سبز چون وزیر اکبر خان پرسشای را به میان آورده است. زوب پن استخباراتی ناتو کې دی او سبب هم دغه سیملو زموږ امنیتی استخباراتی ادارې دي چې هغه د دې ظرفیت نه لري. این نقاط آسیب پذیری های خودم داره که طبعا دشمن از اینمی منفس ها و زمین خلا استفاده میکنه. کابل در هفته های اخیر بیشتر از هر زمانی گواهی رویدادهای عراصفگنانه بوده است. در آخرین رویدادها که بیشتر از 10 روز پیش رخ دادند و برخواسته از حمله های انتحاری و موشکی بودند، بخشهایی چون مسجد امام زمان در غرب کابل، بخشی از وزیر اکبر خان و موتر دانش آموزان دانشگاه نظامی مارشال محمد قسیم فهیم آماج قرار گرفتند.
در این حال سیگار یا بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان از افزایش گسترده نفوذ طالبان در کشور خبر می‌دهد. بر بنیاد گزارش تازه سیگار، بخش‌های زیرداری طالبان از 11% به 13% افزایش یافته است. بر بنیاد این گزارش 43% از بلسوری‌های کشور یا زیرداری طالبان هستند و یا هم میان آنان با نیروهای دولتی دست به دست می‌شوند. اما حکومت افغانستان این گزارش را نمی‌پذیرد. آنچه که در گزارش سیگار یا بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان آمده است، نشان می‌دهد که 43% از ولسوالی‌های کشور یا زیر اداره طالبان هستند و یا هم میان آنان و نیروهای حکومتی دست به دست می‌شوند. بر بنیاد این گزارش، گستره نفوذ طالبان نسبت به 6 ماه گذشته 3% افزایش یافته است. ولسوالی‌هایی که در سرحد یا مثلا در خط با پاکستان نزدیک هستند، تهدیدات بیلند دارن. ایرا ما قبول دارم 80 ولسوالی تهدید بیلند است و ایرا ما قبول ندارم که اونا تحت تصرف دشمن باشد. از سوی هم در گزارش سیگار آمده است که ارتش ایالات متحده آمریکا پخش برخی از اطلاعات را درباره نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان ممنوع کرده است. این اطلاعات شامل تلفات، توانایی های نیروها و آمادگی عملیات تجهیزات آنان می شود. در بخش از این گزارش آمده است که در یک اقدام قابل توجه، نیروهای آمریکایی در افغانستان در این 3 ماه اطلاعات را که سیگار پیش از این آشکارا درباره آنها گزارش می‌داد، طبقه بندی کرده و یا محدود ساخته است. آنچه که گزارش ما دریافت کردیم، در بعضی موارد یک اندازه زیاد روی شده. خوب بود که گزارش با ما هماهنگ می‌کردن. اونچه که ما داشتیم و در شامل دیتابیس ماست و یافته های ما را هم اینا دریافت میکنن، به اساس از اون میشد که یک گزارش معتبرتر ساخته میشد. یکی از علت های بنیادین گسترش فعالیت های طالبان و جغرافی های زیر نفوذ این گروه به ناتوانایی های مدیریت جنگ پیوند داده میشود. اگر قطعات ما سوق اداره میشد، ما به این حالت نمی بودیم. سیگار به نقل از یونما همچنان میگوید که تلفات غیر نظامیان در حمله های هوایی نیروهای خارجی و افغان در 9 ماه اخیر سال 2017 در مقایسه با زمان مشابه سال پار 52% افزایش یافته است. یکی از قربانیان عملین طوری دیروز در وزیر محمد اکبر خان شهر کابل دخترک است که همه روزه برای لقمه نان دست فروشی میکرد. ملکه 14 ساله از یک خانواده نادار است و 7 سال می شد که در این منطقه کارهای شاق انجام می داد. خانواده این دخترک با انتقاد از حکومت با امران حملات انتحاری نفرین می فرستد. کریم امینی گزارش می دهد. فریادهای مادری که در سوگ دخترک دست فروشش اشک می ریزد. ملکه در یک خانواده فقیر به دنیا آمد و ناداری وی را ناگزیر به دست فروشی کرد. ملکه داد قدیم استاد بود که سرده سرده دل جگرش کشیده. ملکه در قلبه که گلبوریش خورده. اولاد دکر روی کباب چه بود که تو عدل ما بیایی. اولاد مسلمان نیست. او پدر مادر نداره. عایشه خواهر کوچک ملکه است. آرام و قرارش ربوده شده است. کسایی که کار کرده اینای به ما اولاد را خود گور کنن مورد. ملکه که از فقر و بیکاری حتی از رفتن به مکتب محروم بود و در اوج محرومیت ها قد کشید، آرزوهایش ناتمام ماندند و اکنون به زیر خاک می رود. ملکه هر روز از بام تا شام در جاده های وزیر محمد اکبرخان دست فروشی میکرد و همه روزه در پایان روز به اینجا برمیگشت و در دکان کوچک پدرش کمک دست پدر میشد. اما دیروز هنگام برگشت در نیمه را در اینجا در دروازه غربی پارک وزیر محمد اکبرخان قربانی حمله مرگبار انتحاری شد. که نمیتونی برو بخی بخی در سر چوکی موکی به این رقم خونه میشه که شو خوک است و 50 نفر تلف شوه. سمیر برادر ملکه است. او نیز یک دست فروش است. رفیق آره با این خود بودیم که هیچ یکی دیگر آدم خواستیم و جگر خون کنیم. کار بار سر کار بار سختی نمیکنیم، کار کنیم و نکنیم خیر میفتیم.
بر بنیاد آمارهای سازمان ملل متحد در 9 ماه پسین بیش از 8000 غیر نظامی در نتیجه خشونت‌ها در افغانستان کشته و زخمی شدند. محمد اسماعیل وزیر پیشین انرژی و آب و عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان میگوید که این حزب نامزد واحد را به حیث نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی خواهد کرد، اما این نامزد دکتر عبدالله عبدالله نخواهد بود. در این حال حتی محمد نور والی برق در سفرش به هرات میگوید که حکومت در گفتگوهش با حزب جمعیت اسلامی صادق نبوده است و از این دو حزب جمعیت اسلامی ادامه گفتگوها را با حکومت به تعلیق درآورده است. جاوید رجحی جلسات را گزارش می‌دهد. این دو عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی از دو روز به این سو در هرات درباره چگونگی معرفی نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری 2019 گفتگو دارند. دکتر صیب عبدالله طی دو انتخابات شانس خود کاملا بگوی امتحان کرده و این بار ما بر از او هم ضرور نیست که در این بار سوم هم اونه یک به صلاح چانس ناکام خود بیازمایه. والی بلخ نیز در این نشست خبری میگوید که حکومت به وعده هایش به مردم و این حزب صادق نبود است. ما دیدیم که جنایت و دیدگاه غاصبانه و مستبدانه و دیکتاتور مآبانه به این حد است، باز ما را ملاقات خود به تعلیق آوردیم. عطا محمد نور روز سه‌شنبه نیز با لحن تند و کنایه آمیز از ناامنی ها در کشور انتقاد نمود. مجاهدین ما یک مطلع عوامکی داشتن، میگو قریب از جرابای تا بکشد، تو میگه که ما در جنگ پیروز هستم. یا خانین قریب از تنبانشان رو بکشد، پدلونشان رو بکشد، میگه که ما در جنگ پیروز هستیم. این جنگ چی است که در مسجد امن نیستیم، در تکایام امن نیستیم، در فاتح خانه امن نیستیم. این دو چهره در نشستهای خبری و هماشای مردمی در هرات از حکومت انتقاد میکنند و خواهان آوردن تغییر بنیادی در کمیسیون مستقل انتخابات هستند. در میان جان باختگان رویداد دیروز یک جوان هم بوده است که قرار بود امروز به جای مراسم به خاک سپاری مراسم شیرینی خوریش برگزار شود. مصطفی شیرزایی که به حیث مدیر پیمانهای اداره ارگانهای محلی کار میکرد یک ماه پیش کارشناسی ارشدش را در بخش اقتصاد و تجارت از هندوستان به دست آورده بود. خانواده مصطفی و برخی از زخمیان این رویداد حکومت را در کار تامین امنیت جان مردم به کوتاهی متهم میسازند. شریف امیری گزارش میدهد. پیکر مصطفی 30 ساله را بر شانه می کشند. قرار بود امروز مراسم شیرینی خوریش برگزار شود، اما بی خبر از این که یک حمله انتحاری چنین روز را به مراسم خاک سپاریش مبدل می سازد. چنین دی کشده و رزوه وظیفه نیم رخصت اخیسته و طول منتظر و چنین دی کشده تجلیل کی. اما او گریده در کجده پادری بانی تجلیلی کی. غم از دست دادن مصطفی گلوی پدرش را فشرده است. مصطفی به تازگی کارشناسی ارشدش را در بخش اقتصاد و تجارت از هندوستان به دست آورده بود و با دنیای از آرزوها پا به میدان کار و زندگی مشترک گذاشته بود. پیش اهل خبره سوال است، چرا این کار میشه؟ چرا انسان های بیگناه تلف میشن، ضایع میشن؟ خواست ما از حکومتی است که با هر رای ممکنه که باشه این مردم از فلاکت و بدبختی نجات بتن. سه همکار دیگر مصطفی نیز در این رویداد جان باختند و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. این مرد 65 ساله از تراژدی رویداد میگوید که سلامتش را قربانی گرفت. امر دره او در صدا شد و سوی چره خورشش بعدم سر بایسکل بودم، یک دفعه یک گرمبا صدا کرد، شانه ایم یک دفعه کشت یک سوخ گرفت، گریز گریز شد گر که سر طرف شانه ایم یک سه چره خورده. در این رویداد بیشتر زخمیان و جان باختگان غیر نظامیان بودند. شهروندان کشور میگویند که درد و رنج آسیب دیدگان رویداد روز گذشته تنها نمونه کوچک از خشونت ها در کشور است که همه روزه دامنگیر شهروندان افغانستان است.
برای نخستین بار یک بانو یک رستوران ویژه بانوان را در شهر مزار شریف فعال کرده است. مالک این رستوران میگوید که با فعال ساخته این رستوران زمینه‌های کار برای 9 بانوی دیگر فراهم شده است. شمار از بانوان در شهر مزار شریف از راه اندازی این رستوران ویژه بانوان استقبال میکنند. عارف مساوی گزارش میدهد. رستورانتی که ویژه بانوان است و به تازگی در شهر مزار شریف فعال شده است. مالک این رستوران یک بانوی دانش آموخته است که 3 سال پیش از دانشکده ادبیات فارغ شده است. رستوران های فامیلی و برای آقایان بسیار زیاد است در شهر، اما چنین رستورانتی نیست که خانم ها در اونجا باشند و اونا احساس آرامش کنند. گروهی از بانوانی که برای صرف نهار به اینجا آمده اند از داشتن مکان ویژه بانوان استقبال میکنند. ما شدیداً و دقیقاً در تلاش همچه یک جایی بودیم که خوشبخت است مطور یک جایی هست. در این رستوران 9 بانو در بخش های گوناگون مصروفی کار هستند. این رستوران ما تازه فعال شدن، مهمانان تقریباً روزانه 20 نفر زیادتر کمتر میان و زیاد احساس راحتی میکنن. مالک این رستوران میگوید در تلاش گسترش کاروبارش است. یک کتابخانه را اندازی میکنم انشاءالله بخیر، یک نت کلاب در نظر دارم و جایی که برای اطفال یک جای بازی برشان باشد. هرچند کار کردن در اجتماع برای زنان دردسرهای خود را دارد، سنت های رایج در جامعه و تهدیدهای امنیتی مواردی هم که همواره پیش روی زنان قرار گرفته است. تا چند لحظه دیگر چند خبر جهان را میشنوید با طلوع و طلوع نیوز باشید. ادامه خبرها از طلوع و طلوع نیوز. هفتمین دوره نشست گفتگوهای صلح سوریه در پایتخت قزاقستان برگزار شد. در این نشست نمایندگان روسیه، ترکیه، ایران و سازمان ملل حضور دارند. این نشست در حال برگزار می شود که نشست های پیشین درباره صلح سوریه نتایج چشمگیر نداشتند. هفتمین دوره گفتگوهای صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد. روسیه که بر سهمگیری تمامی طرفها در این گفتگوها تاکید دارد، از بی نتیجه بودن این گفتگوها هشدار می‌دهد. ما همه امیدوار هستیم که در این گفتگوها تمام گروه‌ها و مردم سوریه سهم بگیرند. از همین رو گروه‌های مخالف نیز باید به این گفتگو حاضر شوند تا یک سوریه متحد و واحد به میان آید. اگر طرف‌های درگیر در این نشست شرکت نکنند، این نشست با بن‌بست روبرو خواهد شد. در همین حال ایالات متحده میگوید که باشندگان رقه پایتخت خودخوانده گروه داعش که چند پیش از این گروه گرفته شد هنوز برای غیر نظامیان امن نیست. هرچند داعش از شهر رقیه رانده شده است، اما صدها و شاید هم هزاران مواد منفجره و بمهای کنار جاده‌ای هنوز هم در این شهر وجود دارند و متاسفانه تا اکنون از کشته شدن برخی از غیر نظامیان که کوشیدن به شهر برگردند گزارش شده است. این در حال است که ارتش روسیه مواضع گروه داعش را در شرق سوریه با موشک‌های کروز که از یک زیردریایی این کشور شلیک شدند آماج قرار داد. وزارت دفاع روسیه میگوید که 3 موشک بر مواضع داعش در ولایت دیرالزور سوریه پرتاب شدند. دیرالزور یکی از بخش‌های محدود است که گروه داعش هنوز هم بخش‌های از آن را در اختیار دارد. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. یک زن پاکستانی به اتهام قتل شوهر و 13 تن دیگر از اعضای خانواده او بازداشت شده است. این زن متهم است که با ریختن زهر در شیر می‌خواست شوهرش را بکشد، اما از این شیر ماست درست شده و تمامی اعضای خانواده از آن خورده‌اند. 14 تن دیگر از اعضای این خانواده در وضع بد صحی در شفاخانه به سر می‌برند. در حمله شب گذشته در شهر نیویورک ایالات متحده 5 شهروند ارجنتاین که با هم دوست بودند کشته شدند. این حمله زمانی رخ داد که یک مرد موترش را به سوی مردم راند و 8 تن را کشت و 11 تن دیگر را زخمی ساخت.
حزب مسلم لیگ نواز شریف شهباز شریف برادر نواز شریف را به حیث نامزد نخست وزیری برگزیده است. این حزب در نشست در لندن فیصله کرد که اگر نواز شریف در انتخابات سال 2018 این کشور واجد شرایط نامزدی نباشد، برادرش به جای او نامزد نخست وزیری شود. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان پیمان هوانوردی با امارات متحده عرب را ظالمانه و خائنانه می خواند. بعض مجلس نمایندگان می خواهد که این پیمان را فسخ کند. رئیس این کمیسیون می گوید که این پیمان به نفع امارات بسته شده است و شرکت های داخلی هوانوردی را با چالش های بسیار روبرو ساخته است. از سوی دیگر، اداره مستقل هوانوردی ملکی با رد هر گونه معامله سیاسی می گوید که شرکت های اماراتی در یک رقابت آزاد بازار پروازها را به این کشور تسخیر کرده اند. ایدرشا امید گزارش می دهد. مجلس نمایندگان در واکنش به بلند رفتن بهای تکت های دبی و آنچه که ناعادلانه بودن توافقنامه هوانوردی با امارات متحده عرب میگوید، رئیس اداره مستقل هوانوردی را به نشست عمومی این مجلس فراخوانده است. کمیسیون مواصلات و مخابرات این مجلس میگوید که این توافقنامه معیاری نیست و به زیان کشور است. اگر ما شما اینمی توافقنامه را لغو نکنیم، باطل اعلان نکنیم، به خاطر قانون صلاحیت ما را دادن و غیر قانونی بودن، تصویب شورای عالی شورای ولسی جرگره نداره، بنان پیشنهاد ما است که باید لغو شه. ملاک و معیار اجرات شما با کشور امارات متحده عربی در خصوص هوانوردی ملکی موافقت نامه بوده، چرا مفادی که موافقت نامه تطبیق نشده؟ از سوی دیگر رئیس اداره مستقل هوانوردی میگوید که شرکت های داخلی بیشترین استفاده را از تفاهم نامه دو جانبه هوانوردی میان افغانستان و امارات متحده عرب بردند. پر اوپن سکای که عموما خبری وکو په دنیا کې دا یو شر وش نه دی، په دې چې حتی یونایټیډ ایرلاینز چې د امریکا یو غټ ایرلاین دی، هغه نسوی کولای چې د امارات سره هغه رقابت وکړي او خپل پروازونه د واشنگټن څخه و دبي ته ودرول. نو رښتیا هم زموږ هوایي شرکتونه نسي کولای چې د اوپن سکای اوس که موږ اماراتو ګورو په سلو تیارې لري، اریانا درې څلور تیارې لري، کامیر پنځه شپږ لري، دا ډېره مشکله ده. اداره مستقل هوانوردی علت افزایش بهای تکت ها را فروش این تکت ها در بازار سیا می داند و می گوید که این اداره نظارت جدی از کار شرکت های هوانوردی دارد و حکومت برای جلوگیری از ورشکست شدن این شرکت ها و فراهم ساختن زمینه ها برای توسعه کاروبارشان بیش از هر زمان دیگر از آنها پشتیبانی می کند. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی و 40 پول، یک یورو 79 افغانی و 60 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 60 پول و 1000 روپیه پاکستانی 636 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان میکند. آقای ملک خوش آمدید. سپاسگزارم. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. تیم کامیار قهرمان هفتمین دور رقابت‌های انتخاباتی تیم ملی والیبال کشور شد. در این رقابت ها تیم امنیت ملی جایگاه دوم و تیم اسرمیاش توانست بر سکوی سوم بیستد. ما در تلاش رسانیدن داخترین خبرهای افغانستان و جهان به شما سپاس. برای شنیدن تازه ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 111 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. سبچهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.